بینندگان عزیز سلام بر شما. این هفته وزارت خزانه داری آمریکا برای مختل کردن شبکه های حمایت مالی از حزب الله لبنان یک فرد و هفت شرکت رو مورد تحریم قرار داد. همزمان وزیر خارجه مراکش هم اعلام کرد که حزب الله نه تنها یک تهدید نظامی بلکه یک تهدید اقتصادی هم به شمار میره، چرا که مشغول خرید هتل ها و مراکز خرید در مراکشه همین الان. برنامه رودروی امروز رو میخوایم به همین موضوع اختصاص بدیم و به برخی از فعالیت های حزب الله لبنان. خب آقای علی نژاد، خود حزب الله که برای همه شناخته شده است، سابقش هم روشنه و بخشی از نیروی تروریستی قدس یا شعبه از اون به حساب میاد، در خدمت رژیم آخوندیه. اما سوالی که دارم اینه که همین الان چه خدماتی به رژیم آخوندی میرسونه؟ تو چهار زمینه خدمات اصلی به رژیم میده. یکی عملیات تروریستیه، غیر از عملیاتی که رژیم مستقیم توش وارد شده که البته خیلی نادره، مثل همین مورد اخیر که علیه مقاومت ایران تو پاریس مستقیم دیپلمات تروریست خودش بمب و برداشت و برد داد به ماموران اطلاعات که برن تو بمب گردهمای مجاهدین بمب گذاری کنن. غیر از این موارد اکثر عملیات رژیم از طریق حزب الله انجام میده. گروه اقدام ایران تو وزارت خارجه آمریکا دو هفته پیش یه گزارشی داد، همون گزارش 48 صفحه‌ای، توش گفته که حزب الله از عملیات تروریستی که تو بلغارستان تو سال 2012 انجام داد، این عملیات رو تا الان انجام داده، یعنی از اون نقطه به بعد لیست کرده، از جمله در جمهوری آذربایجان، بولیوی، قبرس، گینه، کویت، نیجریه، پاناما، پرو، تایلند، انگلستان و آمریکا. چه دامنه گسترده ای از عملیات. خود مایک پومپئو وزیر خارجه، این حجم عملیات ظرف 6 سال، در 6 سال در 10 کشور مختلف از آسیا تا آمریکای جنوبی و اروپا. علاوه بر این خود مایک پومپئو تو جلسه یوانیا اتحاد علیه ایران اتمی تو 25 سپتامبر همین امسال لیست و بیلانی از عملیات تروریستی حزب الله رو که برای رژیم انجام داده و به نیابت از رژیم لیست کرده بود، از انفجار سال 1983 بیروت که اونجا 63 نفر کشته داشت، 17 تا از آمریکایی‌ها. علاوه بر این تو سال 1996 برجه خبر که 19 نفر اونجا کشته شدن. علاوه بر این دو تا عملیات تروریستی تو بوینس آیرس تو آرژانتین تو سال 1992 و 1994 با 114 کشته، بیش از 500 تا مجروح. پس این از عملیات تروریستی حزب الله. خدمت دومش کمک به بقای بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه است که خب معلومه با نیرو و نفر و تجهیزات و همه چیز تو سوریه است. انبوهی جنایت کردن، نسل کشی کردن اونجا و اینو این سالا سرپا نگه داشتن به کمک پاسدارا و رژیم. روز 18 مهر، یعنی دو روز پیش، سرتیب اسعد زعبی از رهبران اپوزیسیون سوریه است، نفر اصلی مذاکره کننده سوریه بوده، با طی مصاحبه این آمار و ارادت از جنایتی که اینا رژیم و حزب الله توی سوریه انجام دادن، نزدیک به 1.5 میلیون کشته، 12 میلیون آواره، 7 میلیون بی خانمان، 4.5 میلیون خانه ویران شده و استفاده از تسلیحات شیمیایی هم که خب به قوت خودش است. سومین کاری که حزب الله میکنه برای رژیم آموزش و پشتیبانی از شبه نظامی ها و تروریست ها تو سایر کشور است. مثلا تو یمن حزب الله آموزش میده، غیر از خود پاسداری که مستقیم میدن، توی کشور شمال آفریقا همینجور، تو عراق خب اوایل جنگ عراق تا راه انداختن این شبه نظامی ها و اینا خب خود حزب الله بود که آموزش میداد. چهارمین کاری که میکنه پولشویی و قاچاق مواد مخدر و تجهیزات برای رژیمه. در همین رابطه پولشویی و قاچاق مواد مخدر، این موضوع بحثی که زیادم مطرح میشه این روزا، اما دلایل اثباتی براش چی هست؟ فرودگاه بیروت کنترلش اساسا دست حزب الله است. کلا ترانزیت مواد مخدر و انتقالش به آمریکای جنوبی، به اروپا و اینا از اینجا صورت میگیره تا سه حزب الله. خود حزب الله توی دره بقا به نوار مرزی لبنان اصلا کشت حشیش داره.
علاوه بر این، یعنی علاوه بر خود مواد مخدر، سیگار، تجهیزات رادار، هواپیمای بدون سرنشین را قاچاق میکنه. مثلا یک گزارشی که اسکای نیوز داده توی آذر 96 گفته حزب الله تو فقط سال 2005 از محل فروش قاچاق سیگار از آمریکای لاتین به آمریکا 1.5 میلیون دلار سود برده. علاوه بر این در زمینه همین مواد مخدر اخیراً فاش شد که رژیم یک شبکه‌ای تو مرز نیکاراگو، برزیل و آرژانتین داره. این پولشویی میکنه، قاچاق مواد مخدر میکنه. فردی رو دستگیر کردن، در واقع خود برزیل دستگیر کرد که این اسعد احمد برکات اسمش بود. اونجا قمارخونه هم داشت که برای حزب الله و رژیم هم پولشویی میکرد، هم قاچاق مواد مخدر و هم قاچاق تجهیزات. اما یک مورد خیلی مهم پروژه‌ای بود که توی آمریکای لاتین خود آژانس اطلاعاتی آمریکا کار می‌کردن روش. این فاکس نیوز توی دسامبر 2017 که میشه حدود 28 آذر 96 یه گزارش اطلاعاتی داد به نقل از ارگانهای اطلاعاتی آمریکا که پروژه‌ای به اسم کاساندرا تو جریان بوده، یک شبکه خیلی گسترده حزب الله رو که قاچاق مواد مخدر و تجهیزات می‌کرده و سلاح برای رژیم و برای حزب الله و می‌بردن حتی به آمریکا، به داخل آمریکا، اینو کل شبکش لو رفته بوده، این زیر چیز اطلاعاتی. حجم مبادلش 1 میلیارد دلار رسیده بوده به مرحله دستگیری عناصر اصلی این شبکه و متلاشی کردنش. 30 ارگان اطلاعاتی آمریکا هم تو این پروژه دست داشتن. اما اوباما به خاطر اینکه توافق اتمی با رژیم به هم نخوره و کماکان اون مماشات ادامه داشته باشه، توقف زدن و اجازه ندادن که بعد از اومدن ترامپ دوباره این پروژه به جریان افتاده. خب برگردیم به خود رابطه رژیم و حزب الله. سوالی که وجود داره اینه که با توجه به تحریم‌ها و وضعیت وخیم معیشتی مردم در چنین شرایطی که الان ارز هم بالا رفته، چه میزان رژیم برای حزب الله هزینه میکنه؟ در واقع طبق آماری که خیلی متعدده منابعش، تو سالانه 700 میلیون دلار پول میده به حزب الله. اینو که من میگم از گزارش گروه اقدام ایران وزارت خارجه آمریکاست. ایلیانا روزلهتنن رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در جلسه کنگره است که اینو گفته. بنیاد دفاع از دموکراسی است تو واشنگتن که یک بنیاد خیلی معتبره، این حتی تا 800 میلیون دلار هم گفته که به رژیم میده. 800 میلیون سالانه؟ بله سالانه. حسن نصرالله هم که دیگه خودش خیلی سریع گفت که توی 4 تیر 1395 با صدای خودش هست که ما پوشاکمون، خوراکمون، موشکمون، راکتمون، همه چیزمون از ایران میاد. تا موقعی که ایران پول داشته باشه ما هم همه این چیزا رو داریم. اما فراتر از این سالانه 700-800 میلیون دلار هزینه تسلیحاتیه که اون برآورد دقیقی ازش نیست. مثلا توی 23 اکتبر 2017، میشه آبان ماه، یعنی سال گذشته، کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان یک قطعنامه داده به کنگره آمریکا. تو این قطعنامه از حمایت تسلیحاتی رژیم به حزب الله و موشک‌ها و راکتایی که براش فراهم میکنه و زرادخانه ها توش آمار و بیلان سرسماوری دادن، از جمله اینکه رژیم حدود 150 هزار موشک و راکت در زرادخانه برای حزب الله تأمین کرده. حتی نیوت گینگریچ رئیس سابق پیشین مجلس نمایندگان آمریکا آمار 75 تا 100 هزار موشک و راکت رو داد. یعنی ابعاد در این ابعاده. خب شما در نظر بگیرید اگه هزینه این 100 150 هزار موشک و از تأمینش و از بعضیش ارسال و آماده سازی اینا رو بگیریم به اون 700 800 میلیون دلار پول نقدی که سالانه برای حزب الله تأمین میکنه، چه هزینه کلان و سرسماوری میشه که از دهن مردم ایران میگیره میده به حزب الله، اونم در شرایط تحریم. سوال بعدی که درباره همین حزب الله هست اینه که موضع اروپا در قبالش چی هست با توجه به اینکه برخی از ترورهایی هم که انجام داده در خاک اروپا بوده؟ اروپا در واقع دو شاخه کرده حزب الله رو. شاخه نظامیشو میگه تو لیست تروریستیه ولی شاخه سیاسیش نیست. البته این محصول سیاست مماشاته که خب رابطه هاشون رو با رژیم حفظ کنن، ولی خب آمریکا در مقابل کلیت حزب الله رو
تولیس کنجونده. البته الان تو اروپا هم حرکتای ایجاد شده از جمله جانب انگلستان که این باید تمامیتش تولیس تروریستی قرار بگیره. هلند هم تقریبا با انگلستان همراهی میکنه و چنین درخواستی از اروپا هست. شما الان گفتین که آمریکا تمامیت حزب الله در لیست گذاشته، دیگه چه اقداماتی آمریکا انجام داده؟ آمریکا خوب مستمر عناصر حزب الله، شرکت‌های پوشش رو تو لیست میذاره. مثلا همین دو روز پیش خوب 7 شرکت رو هم که خودتون مشاره کردید، یک فرد حزب الله رو که تامین مالی میکردن براش خوب برد تو لیست تروریستی. علاوه بر این قطعنامه‌های توی لوایح توی کنگره آمریکا در جریان که کلن راه‌های تامین مالی حزب الله رو بخوش کنن. علاوه بر این در اون 12 ماده مایک پومپئو سر استراتژی مقابله با رژیم ایران یکی از ماده هاش همین قطع حمایت از حزب الله است. به عنوان آخرین سوال، آیا حزب الله لبنان به خاطر این همه جنایت و حتی ترورهایی که انجام داده، آیا تا حالا در محکمه در دادگاهی به محاکمه کشیده شده؟ بله، مثلا همین اواسط شهریور ما مرحله سوم دادگاه بین المللی بود سر ترور رفیق حریری که این تو سال 2005 اینو ترور کردن. خب دادگاه بین المللی براش تشکیل دادن تو لاهه. بعد این 4 تن از عناصر حزب الله رو، از فرماندهان حزب الله رو به عنوان عامل و مجرم این عملیات تروریستی شناسایی کردن. البته رژیم همینا رو برداشت برد ایران، بعد تحویل ندادن، غیابی محاکمه میشن، ولی بالاخره این پرونده تو جریان و فعالم هست. علاوه بر این خوب تو مقاطع مختلف دادگاهی بوده، از جمله دادگاه پاریس بوده که خاطرتون باشه انیس نقاش بود که عملیات تروریستی که تو پاریس انجام داد، بعد این به حبس ابد محکوم شد. البته بعد رفتن رژیم و حزب الله گروگانگیری کردن، با گروگانگا مبادله کردن، فقط 6 سال در واقع زندانی کشید. دادگاه آرژانتین بود خون عملیات تروریستی که انجام دادن، اونجا حتی حکم جلب برای عناصر حزب الله و مقامات بالای رژیم صادر شد. ولی تا جایی که برمیگرده، چون نه اینکه سیاست غالب سیاست مماشات بوده، با رشوه، با زد و بند، با مماشات چشم پوشی کردن، تقریبا رژیم از همه این مجازات ها و محکوم کردن ها در می بردن تا به حال. البته الان که مماشات ضربه جدی خورده، امید این هست در واقع اینا به پای میز محاکمه و عدالت کشیده بشن. بله، با تشکر از توضیحاتی که دادید. بینندگان عزیز، برنامه رو در روی امروز در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.